تا دو ماه قبل از این خیلی ها با دیدن این صحنه آرزو می کردند کاش یکی از این بسته ها نصیبشان بود و آن را به زخمی از زخم‌هایشان می زدند. اما حالا دیگر چند تا از این بسته ها هم احتمالاً دیگر هیچ گرهی را باز نمی کند. از روز 11 دی که بحران ارز با تحریم بانک مرکزی رژیم سرباز کرد، بحث‌های زیادی مطرح بود که علت جهش خارق العاده و 70% نرخ ارز ظرف چند روز چیست. بالاخره پس از نزدیک به یک ماه بانک مرکزی رژیم از 8 بهمن ارز را تکنرخی کرد و نرخ آن را 1226 تومان اعلام نمود. هرچند که از همان ساعات اولیه بی اثر بودن این دستورالعمل و نرخ گذاری مصنوعی آشکار بود و قیمت دلار هیچگاه از 1700 تومان پایین تر نیامد. اما کارگزاران رژیم همچنان از کنترل بحران ارز دم می‌زنند و به خصوص وعده می‌دهند که با تکنرخی کردن و تثبیت نرخ ارز و افزایش سود سپرده بانکی، پول‌های سرگردان به جای بازار ارز و طلا به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید اوراق بهادار یا مشارکتی و بازار بورس سرازیر خواهد شد. اما افزایش سود بانکی به بالای 20% هم چاره‌ساز نشد. روزنامه حکومتی خراسان 20 بهمن به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت یکی از مواردی که موجب شده نقدینگی و سپرده مردم به سمت خرید طلا و سکه سوق پیدا کند، افزایش نرخ تورم است که باعث می شود پول ملی ارزش خود را از دست بدهد و این تمایل نشان می دهد نرخ سود سپرده ها جذابیتی برای مردم ندارد. در مورد افزایش شاخص‌های بازار بورس و انتقال سرمایه‌های سرگردان به این بازار هم گزارش‌ها از حال و روز وخیم این بازار دولتی حکایت می‌کند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد 20 بهمن نیز نوشت بورس تهران این هفته شاهد رکودی سنگین توأم با فرسایش قیمت‌ها بود و با عقب‌گرد دست جمعی خریداران در اکثر صنایع افت 2% شاخص کل رقم خورد. بدین ترتیب بخش عمده ای از جهش 5% بورس در عمل از دست رفت. این رسانه حکومتی اضافه کرد در همین حال وضعیت عمومی بازار سهام نشان می دهد تحولات رخ داده در عرصه اقتصاد کلان و جذابیت بازارهای رقیب همچنان هدایت کننده نقدینگی به سمت دیگر بازارهاست و همین مسئله بورس را با ضعف تقاضا مواجه کرده است.